بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که تفسیر مثنوی می نوشتیم، خب رویاروی بودیم با یک مرد بسیار بزرگ، واقعا مرد بسیار خیره کننده، نه فقط بزرگ، ولی می دانستیم که یکی از اولاد آدم است که دارای امتیاز روانی و مغزی و عرفانی و این هاست. وقتی که وارد نهج البلاغه شدیم، در نهج البلاغه با یه چهره ربانی و ملکوتی که هم گفتارش، هم کردارش، هم طرز اندیشه‌اش نشان می‌دهد که رابطه مستقیم با خدا داشته است. به همین جهت اون حالات روحانی و حالات معنوی که احتیاج داشت برای تفسیر این کتاب لازم بود که در اینجا به کار گرفته بشه. آمدیم ما اول یک ترجمه از خطبه ها کردیم که البته تا حال تمام نشده. خطبه 156 یا 157 هست که انشاءالله شروع میکنیم بقیهش اگر خدا بخواد تکمیل بشه. اول ترجمه کردیم، بعد از ترجمه مطالب عالی مطالب امیر مؤمنین السلام را تفسیر کردیم، توضیح دادیم. گاهی جنبه های تطبیقی داشت با فلسفه و علوم انسانی گذشتگان و دوران معاصر، شرقی و غربی. عمده نظر من هم در تفسیر همین معنا بود.